فعلا ما در خونه موزه خدای نظر باقیف قرار داریم که این مکان سال 2002 بنیاد یافته است. در خانواده خدای نظر باقیف 5 شیر بچه تولید شده و بزرگ یافته که هر کدام آنها پیروی پدر کردند. از آنها 3 فرزندشان نامدار و شهرتیاری تاجیکستان شدند که از جمله علیشیر، رستم و رسول باقیف. خدای نظر باقیف دوام زندگی نامه خیش با یک قطار دستاوردهای شایان و ارزنده در ورزش شرفیاب شده است که 49 کرد قهرمان جمهوری تاجیکستان و فرزندانش را هم در همین پیره‌ها ارزنده تربیت کرده است و امروز همه فرزندان و نبیره و عبیره‌های او ادامه دهنده کار و کسب او میباشند. برنامه نوبتی گردش باشد پیرامون کار و روزگار و زندگی نامه رستم باقیف حکایت میکند. رستم باقیف قهرمانی بسیار کاراتای جمهوری تاجیکستان در گوشتین جودو، سامبو و ملی، اشتراکچی بازی های تابستانه اولیمپی اتلانتا 1996، قهرمانی جهان سال 2005 اوید باکوراش، برنده نشان تیلوی چمپیونت غرب آسیا در رشته جودو، برنده نشان تیلوی بازی های آسیای مرکزی سال 2003، استاد شایسته ورزش اوید با جودو، کوراش و سامبو، استاد ورزش اوید با گوشتین ملی، مربی شایسته جمهوری، استاد ورزش درجه بین المللی اوید با جودو و کوراش، اویلادور صاحب 5 فرزند. 21 ینوار سال 1978 ناحیه رودکی باز قدوم مبارک شیربچه را استقبال کرد که اون هم تولید یک تفلک دوستروی در خانواده پهلوان مشهور و نامدار جمهوری خدای نظر باقیف بود. پیروزی خاندان را دیگر حد و کنار نمانده بود، چرا که باز یک میراث‌بر کسب و کار پدر پدید آمد بگیتی. در انگیزه شادمانی و بخت و اقبال بلند اهل اولاد و اجداد سرجم آمدند و به مهمان نو خاندان اسمی رستم را لایق دانستند تا در آینده از دودای دوری بنور اجدادان پهلوان پرور خش باشد و مثل رستم دستان شاهنامه بیزوال فردوسی توسی دلیر و توانا. با همین منوال شب و روز سر می رفت و ماها و سالها سپری می گشتند و رستم هم قد می کشید و بزرگ می شد و گهواره را با میدانهای پهلوانی و قهرمانی عوض کرد که دیگر پند و اندرز پدر کرده بر تن و توش و توان و وجودش اثر و هم گردیده با گوشتین مهرور. بچه ها اینه یاشیشون هم 5 ساله 6 ساله نشیده مشق رفته گیم زال هم همی خیل بچه ها همش همی خیل هم 5 بچه ها پسر داره همش خدا باشی بیر منه صحب سلامت همش ورزشگر. از اوان گودکی ما روز دیگه بای 5 سالگی با همی ورزش مشغول شدگیم و همه گوشتین گیری اومایده بوده شد روان پدرم مورای دست گرفته و همه جای ورزشگاه می برد مورای 5 سالگی مشغول داد. پدری بزرگوار همواره 3 شیربچه‌اش علیشیر و رستم و رسول رو در همین جودا تربیت کردن از عهد و اوان تیفلی و بمثل دامان مادر و دوران تای تای پاپایشان یاریست و از 3 ایشان در شمال نونی هولکان باغ پرسمر خش پهلوانان توانا رو یوند که کار و کسب و پیشه‌اش نرود برابس. نفری بود پدرش و پدری بزرگوارش تمام هستیش رو بحری رواج و رونق دادنی ورزش توجیب سر کرده بود و نشانه اون بود که امروز فرزندان او هم در عرصه بین المللی موقع خود را پورا کشف کردند. پدرشون خود روان خدای نظر باقیف یکی از پهلوانوی مشهوری تاجیکستان بود. وقتی که او به میدان می بر اومد یا که یکم دووری می کرد یا که پهلوانی می کرد خلق خیلی زیاد با او اهمیت بدن چونکه او یک بدنی بسیار بزیب داشت بسیار تمرینی زیاد کرده بود مهنت زیاد کرده بود. مو که پدر ما شادروان پهلوان نامدار بودن و میخواست که ما در همین را شهرت دار شویم نامبرداری وطن نامبرداری ملت شویم برای وطن ما خدمت کنیم.
بانو هدایت میگوید با همسرش یعنی مرد خانه‌اش خدای نظر باقیف 40 سال زندگی خوش و رنگین داشتند و 5 جگربند را در روحیه میهن پروری و وطن دوستی تعلیم دادند و تربیت نمودند. موصوف به گاهی صحبت اقرار آمد که شیر بچه هایش از عهد و آوان طفلیشان به گوشتی گرفتار و گراینده بودند و پیرو کسب و کاری قبلگاهشان. ای طرف من ایس پدرشون بسیار همون زال در مشق در بودن. همون مکتب رفته می اومدن زال مشق. بسیار همون پیش پدرش در بسیار وای میکرن. تربیه می دیدن مشق میکرن. این طرف هم منم ای طرف خودم سخت میقفیدم بچه های ای بوده کشون. خیلی کچه ها در بهوده هیچ وقت نمیگشتن. فقط همین یک کارقتی بند بودم. این مکتب زال، مشق، درس. کچه ها در یکون بار خیلی بیهوده گشتن. یکون کس خطی جنجور، یکون کس یک شپلو زدن. خیلی کارو هیچ وقت شدگی نیست. خیلی تربیه دیدگی نیستم فرزندو. کلانوی حرمت کن، ایگوده کشون هم پدرشون هم نصیحت میکرد. که کار خطو نکنه. اونها اما وقت مردی میدان بودن. برادران از رستم، علی شیر و رسول سرکرده اینها ملت تاجیک را در عرصه بین المللی معرفی کردند. پدر از آوان کودکی مرافقت در راه وطن دوستی، وطن پروری تربیه میکرد که هر انسان، هر فردی که در همین مثال هر کجای نباشد تولد میشود باید از خود یک یادگاری باقی ماند در این دنیا. شیرعلی ایسانوف در عهد و آبان جوانیش زیر دست خدای نظر باقیف روز و نیوز جدا را آموخته، بعد به حیث یاردمچی استادش به فرزندان او در شمول رستم و رسول حق استادی داشته، ایشان را از همان هین و هنگام می داند. 83 سال رستم باقیف زال آمده است. سینی سال 5 سالگی جدا مشق تمرین سر کرد. همون وقت ما هم رنگش همچنین شاگرد تمرین میکردیم. رستم باقیف ما نغز میشناسیم. چخیل تمرین کرد. چخیل کلان شید. چخیل غالب شید. همه شا دیده آمده استیم. همون وقتا رستم باقیف شاگرد من مشق تمرین میکرد. ای دیگر بچه ها دا این وایش قابلیتش نغز بود. هم تیز همه چیزا از چیز میکرد. از خود نمیکرد. قهرمان قصه ما هنر و کار و پیشه پیموده پدر را به تدریج شبه دیگر گوشتگیران در معرکه های گوشتگیری و پهلوانی مردمی و بزم و طرب و جشن و مراسم های نوروزی و خورسندی سیقل و سفته می ساخت که در ایام شباب این براش دست داده بود. مسابقه هایی که در جمهوری تاجیکستان می شود رستم قریب در همه مسابقه هایی که یعنی که چمپیونات جمهوری می شی یا که اوید به گوشتی جودو ملی در همه آنها ما کم دیده بودم که من ندیده بودم که او مغلوب شده بود و چند دزیوت پهلوانی کنی یعنی که در میدان ها گوشتینگیری در مسابقه ها همون قدر ملکه ورزشیت زیاد می شود همون قدر خودت را نقص حس میکنی. سال 1994 چمپیونات جمهوری تاجیکستان در رشته گوشتین جودو مکان برگزاری آن درگاه تعلیمی مکتب مهارت عالی ورزشی شهر دوشنبه انتخاب شده بود. در آیین نامه مسابقات مذکور رسما درج شده بود که غالبان این چهارمین ورزشی را به هیئت منتخب جودو کشور شامل می‌سازند. قهرمان قصه ما نیز یکی از شرکتداران فعال معرکه مهم سطح جمهوریوی بود که تو گفتی با هنر و استعداد والو و طبیعی زاده خش دست بالو و پیروز آمد و شامل یکچین جودو جمهوری شد و عنوان قهرمانی تاجیکستان را به نامش اختصاص داد. گذشته از او حق شرکت در اسپارتاکیاد اتحادیه دلات‌های مستقل را به دست آورد که براش
ҳадияи бузургу бебаҳо буд. Ростиё ба аввалин мусобиқае, ки аз Тоҷикистон берун буд, ин ҳам мусобиқаи тио давлатҳои мустақил буд. Соли 94 ман якумин бор дар чемпионати Тоҷикистон иштирок кардам байни калонсолон. ва дар он ғолиб шудам дар вазни худам ва ба ҳамин мусобиқаи спартакиада ва хушбахтона дар ҳамин мусобиқа сазовори медали биринҷӣ шудам. бой додестам буд. охирон секунда ҳеч кӣ бовар намекард ки боқиев Рустам ҳамон қадар тез приём иҷро карда ғолиб мешавад. ҳама ҳайрат намонданд. соли 1994 шаҳри Санкт-Петербурги Россия ин бор спартакиадаи иттиҳоди давлатҳои мустақилро макону манзили баргузориаш шаҳри мазкур интихоб шуда буду аз кишварҳои узви иттиҳод як зумра варзишкорони номдору қудратманд иштирокчии ин маърака буданд. Рустам Боқиев дар шумури ҷудокорони тавонманди тоҷик дар вазни 60 кило ба майдон омада ҳунару истеъдоди беназире аз худ нишон дода чанде аз ҳарифонашро сарафканда сохта дар натоиҷ нишони биринҷиро моли ҳалоли худ намудан ёристу шӯҳрату шони тоҷикистонро дуболо буланд бурд. дар он аҳду овон Саидмумин Раҳимови Шодравон, ки масъулияти сармураббигии мунтахаби ҷудои кишварро бардӯш дошт, баъди ҳунарнамоии олӣ пешниҳод намуд ки ба Рустам Боқиев унвони устоди дараҷаи байналмилалӣ супурда шавад ва ҳамин тавр ҳам шуд. Шодравон устод акай Саидмумин Раҳимов сафарбар карда буд. ҳамроҳи мо буд, мо намехостем ки мағлуб шавем. соли 1995 дар кишвари Тоҷикистон дигар бора чемпионати ҷумҳурӣ дар риштаи ҷудо баргузор карда шуд. чун ҳамеша ҳарифони вазни 60 кило аз дасти ҳамтову ҳамоварди хеш илоҷи дигар ба ҷуз таслим шудан надоштанд, чаро ки дар вазну мақоми мазкур мудом нишони тилло насибаи Рустам Боқиев буду бас ва ин бор низ қисмату тақдир ба комаш будааст ки дуболову дубора унвони қаҳрамонии кишварро соҳиб шуд. 10 сола эстафетаи худро аз даст надод ва дар ҳар вақте ки дар вазни 60 баромад мекард, масалан аксарияти варзишгарони дигар ки дар вазни 60 баромад мекарданд, аллакай онҳо медонистанд ки ҷои якум насиби кӣ мегардад, чунки ӯ тамоми ҳастӣ, тамоми машаққату азоби худро баҳри он равона месохт, ки яъне ки ҳамин эстафетае ки падарашам яке аз паҳлавонони номии кишвар буд, ки 10 солаҳо ғолибияти майдону майдондориро аз даст надодааст, инам ба монанди онҳо аст. соли 1995 шаҳри Деҳлии кишвари Ҳиндустон мизбони маъракаи майдондории чемпионати Осиё оид ба ҷудо буд. Рустам Боқиев дар ин мусобиқоти бонуфуз кишвари моро арзанда муаррифӣ намуда, тибқи оиннома ё қавоиди баргузории ин чорабинӣ то мақоми ҳафтум роҳхати бозиҳои олимпии навбатӣ ба ширкатдорон супурда мешуд. ҳамин тариқ Рустами ҷавону ташнаву пуржӯшу хурӯши гӯштиву нерӯсанҷӣ дар вазни бозам 60 кило андари майдони рақобатҳо шуда бо рақибонаш сахти сахт уфтода ба зинаи ҳафтуми мусобиқот бар шуда ахиран рӯйхати олимпиадаи Атлантаро соҳиб шуд, ки ба иқрори коршиносон ин дастовези арзанда буд. албатта ҳар як варзишгар мехоҳад ки медали тилло ба даст орад, лекин бовар кунед аз ҳамин Тоҷикистон берун агар дар ҳамин мусобиқаҳои байналмилалӣ фарқ надорад кадом мақом иҷро мекунад, хоб медали биринҷӣ боша, хоб нуқра боша, барои мо ба монанди медали тилло аст. мураббирам пеш аз ҳамин мусобиқа гап мезанад ки мақсад медал гирифтан аст. тилло бошад бо хуб, лекин нуқра биринҷӣ фарқ надорад, мақсад медал гирифтан аст. ёд дорам вақте ки дар соли 1995 дар чемпионати Осиё барои
роҳхат ба бозиҳои олимпӣ як вохӯрӣ, яъне ба Рустам, ки агар он мусобиқаро олим меомад, баъд дар бозии олимпӣ баромад, дар ин мусобиқа, дар ин савқат, яъне ӯ бо паҳлавони ё Пуэрто-Рико буд ё Ҳиндустон буд, хеле ҷавон буд дар он сол, соли 1995, ва ба вай муяссар гардид, ки ғолиб бияд ва роҳхат ба бозиҳои олимпӣ гирад. Рустам Боқиев ягона паҳлавоне ҳаст, ки дар сини 17 солагӣ роҳхати бозиҳои олимпиро гирифт, ки мусобиқаи интихобӣ дар шаҳри Дели баргузор гузашт, ки ман сармураббӣ будам, роҳбари даста будам. Дар ҳамон ҷо, яъне ки бо сини соли ҷавонӣ нигоҳ накарда, баъди тамом шудани мусобиқа дар асоси қарори Федератсияи байналмилалӣ, нафароне ки масалан холҳои яхела доранд, барои роҳхат гирифтан байни худ қувоосмоӣ мекунанд. Дар ҳақиқат ҳамин чиз дар онҷо пайдо шуд ва бо ҳарифи худ дар онҷо ғолиб омад ва роҳхати бозиҳои олимпиро дар шаҳри Дели гирифт, ки дар Атланта мусобиқаи ҷаҳонӣ ширкат варзид, ки ҷавонтарин иштирокчии бозиҳои олимпӣ худи Рустамҷон Боқиев буд. Соли 1996, 26-умин олимпиадаи тобистона, ки макони баргузорияш шаҳри Атлантаи штати Ҷорҷияи Амрико буд. Дар ин маъракаи муҳташаму муҳиму майдони нангу набард, аз кишвари мо Рустам Боқиев, Саид Ахтам Раҳимов ва Хайрулло Назиров таҳти роҳбарии мураббӣ Нурулло Лоиқов ҳаққи ширкат кардан доштанд. 17 сола будам он вақт. در همین مسابقات با نفوذ اشتراک کرده راحت گرفته بودم به همین بازی های المپی. در همین وقت سه نفر ورزشگری نمودی گشتین زودا راحت گرفته بود. من در وزن 60 کیلو راحت گرفته بودم. سید احتم رحیموف در وزن سنگین راحت گرفته بود و خیرالله نظریف در وزن تا 95 کیلو بود وقت. در بازی های المپی هم خیلی خوب برآمد کرد، از سبب جوان بود، با دستش هم درد یافت در این مسابقه. راست گپ، جوان بودیم، در یکم مبارزه از دست پهلوان از جمهوری مراکش بود مغلوب شدم. ای همه جوان ترین ورزشکار سن سالی 16 سالگی در المپیاد اتلانتا در اشتراک کرد و اینم همش خیلی نمیشه، همش مهنت ختم میشه. مهنت ناز بود و اشتراکچی اولمپیاده شید. سال 1997 رستم که همگی 19 سال داشت، بعدی دستاورد و پیروزی های بیپایانش از مسابقات سطح و صفت مختلف با بازی های غرب آسیا سفر نمود. مکان برگزاری مسابقات مذکور شهر تهران جمهوری اسلامی ایران بود. رستم این نوبت هم با دل پر و غیرت و توش و توان بیش در وزن 60 کیلو از خود هنر و استعداد والا نشان داد و مقام اول و نشان طلا را به نامش مهر زد. از تمام نمود ورزش از تاجیکستان رفتگی بودیم. مربی ناصر بازارف بود، مربی منتخب اون دور. در این مسابقه خوشبختانه همه پهلوانایی که در همه وزن رفته بودن سازوار مدال گشته بودن و یکمین مسابقه که بین المللی بود که من در همون مدالی طلو به دست آوردم. سال 2001 در شهر میونخن آلمان چمپیونات نوبتی جهان در رشته جودو دایر شد. رستم باقیف در این میدانداری به فهرست دهگانه بهترین شامل شد که در آن عهد و آوان این دستاورد ارزنده دانسته می شد. چور و خوری کرد. اگر کمی تجربه زیاد می جود در این وخوری در این مسابقه رستم 100% جایزه دار می شد. این هم سالهای بود که چندان یعنی که جودو در تاجیکستان گرچندی که مشق میکردگی زیاد بودن که نسبت به دولت های دیگر ما
شرایطی چندان شرایطی خوب نداشت. اونها با همه مسابقه‌هایی که یعنی که در مسابقات جهانی جهان اشتراک می‌کردن ما اشتراک کردن نمی‌تونستیم. اگه اون زمان ها با دهگانه شامل شدن این بسیار نقض بود، لیکن ما می‌خواستیم که در دهگانه نیو در سگانه شامل شویم، لیکن خیلی شاید و یا تیاریشون از ما خوبتر، شرایطشون خوبتر است که اونها سازاوری جای افتخاری میگردن. لیکن شکر خدا که ما را با هم دهگانه وارد شدیم در همین اولین چمپیونات جهان که در آلمان گذشت از نمودی جدا. سال 2003 در شهر ترمیز ازبکستان مسابقه محتشم اوید با گوشتین کوراش برای دریافت جایزه الحکیم ات ترمیزی با پاس خاطر این شخصیت تاریخی برگزار کرده شد. از کشور ما اشتراکچی فعال این معرکه رستم باقیف بود و جایزه مذکور را به وطن آورد. این دستاورد چی که رستم را در ادامه همان سال کامگاری و موفقیت‌های بی‌مثل و مانند نصیبه روزی شدند. او در پنجمین بازی های آسیای مرکزی که میزبانش کشور تاجیکستان بود در وزن 60 کیلو خوب و ارزنده میدانداری کرد و دیگر هر چی که در جوهر هنر داشت منظور ساخت و در رشته های کوراش و جودو دو نشان طلا را آویزه گردنش بینمود و بار اول از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه با افتماشین تمغه 07 قدردانی گردید. وقتی که مسابقه در وطن خود میگذارد هر یک ورزشگر یک وظیفه دار است که در وطن خود سزاوار مدال طلا شود. برای همین ما حق نداشتیم که در همین مسابقه که در وطن خودمون میگذارد بایتیم. تیاری جدی دیده بودیم، تمام منتخب زودای تاجیک تیاری جدی دیده بودیم برای استاد شادروان سید مومی رحیموف. در حرکتی برسمان در بیشی جمهوری تاجیکستان نقشی بخصوصی دارد. در چمپیونات جهان که در شهر تاشکند به انجام رسید رستم باقیف امیحال و با خودی نهایی را پذیرفت و در وزن 66 کیلوگرم با حریف بزرگ خود.
соли 2005 буд. Шаҳри Ташканти Ўзбекистонро шукӯҳу шаҳомату ҳамҳамаву дабдабаи чемпионати ҷаҳон, ҷилову рӯшноиву зебоии дигаре ато мекард. Дар ин замин мусобиқоти мазкур дар риштаи гӯштини кураш доир мешуд. Рустам Шабеҳи Рустами Дастону Шери Жаёни Майдон, размандаву нерусудаву тану тушманду тавонмандонаву мардона андари майдони рақобатҳо шуду, дар ангезаи ватанхоҳиву ватандӯстӣ бо ҳарифонаш сахти сахт дар офтоду. Ҳар кадомеро бо усулу тарзу тартиби вижаи гӯштигирӣ аз маърака ба дар месохт, ки ту гуфтӣ дигар бадин минвол ба кору ҳунару зӯру тавонаш ҳамагон қоил шуданду сар фуруд оварданд. Ба забон гуфтан бисёр мушкил аст, вай дар ҳамун ҳолат вай ҳиссиётро танҳо ҳамин варзишгар медонад. چه حسیاتی هست که هر یک ورزشگر تمام امور مهنت میکند، مشق میکند، از او میکشد که به همخه کلای بلند رسد. در این مسابقات رستم تا به مرحله قهرمانی راه یافتن پنج رقیب سرسخت خود را مواجه شکست ساخته، راهش را به مرحله های نوبتی آهسته و با برز و بازو هموار نموده. نخست با نماینده افریقا رقابت انجام داده، همین طریق همتایانش паҳлавонони Қазоқистону Молдовау Узбекистонро аз ҳаққи идомаи рақобатҳо маҳрум сохта ба финал роҳ ёфт. Дар давраи ниҳои рақобатҳо Рустам бо ҳамто ва ҳамоварди хеш варзишгари юнонӣ ба майдон омад ва ӯро ҳам мувоҷиҳи шикаст сохту бар тахти қаҳрамонии ҷаҳон баршуд, ки ту гуфтӣ дар ватан волидон ба вижа падари паҳлавонпарвараш Худойназар Боқиев аз ҳолу ҳавои пирӯзии ҷигаргӯшааш, балки аз толаи буландаш меболиду ба оҳанги изҳори арзу сипос, шукргузориву ниёиш ба даргаҳи парвардигор мебурду сар ба саҷда дуову дуруд мефирист. Хурсанди падарам ҳеҷ ҳадду канор надошт. Ростига мо дар Ташкан баромад кардем, Узбекистон бо мо ҳамсоя давлат буд. Хабар тез ба ҷумҳури мо расид. Мо тавонистем, ки дар ҳамин мусобиқот ду маротиба пай ҳам ба хотири медали тилло ба даст овардани мо ду маротиба пай ҳам суруди миллии ватани азизамон навохта шуд. Ин фахри на танҳо мо буд, дар он ҷо аз сафоратхонаи мо буданд бисёр хурсанд шудам. Инам гуфтам дар кор, ки яки парчами Тоҷикистонам, номи миллат тоҷикро, фарзандои тоҷик дар дунё парчамиша бардошта обрӯи миллата мебардоранд. Ин барои Тоҷикистони туй аст. Ёру дӯстон, бародаро ҳама омада табрик карданд. Барои миллати тоҷик, барои обрӯи тоҷик шаб рӯз нагуфта хизмат карда ба ватанам Тоҷикистон, ба миллатам хизмат мекунад. Зафарати бузурги варзишгари ҷумҳурии Тоҷикистон дар охири соли 2005 дастоварди шоёнест барои тамоми мардуми кишвар. Акнун маросими мукофотсупорӣ ҷоизадори медали тиллои чемпионати ҷаҳон Рустам Боқиев. Ин лаҳза шурӯъ шуд. در آخری فینالی او سزاوار جای اول شد. من گفتنی گفته بودم که اگر رستم در همین همه مسابقاتی که امروز این پهلوانان برآمد میکنن اگر این خیلی شرایط میجود 100% او صاحب هم جایزه بازی المپیک و هم جایزه چمپیونات جهان میشد. بسیار پدرشون خاطر خرسان شده اشک شد ریختیم.
خرسان شدیم که بچه های ما میخواد جوه بایکرم بایرق ترستون رو برداشتن و فخر کردیم. سرود ملی نوخته شد، حتی از چشمون اونو عشق جاری میشد. نوارهایی که از چمپیونات جهان اوید با کوراش در شهر تاشکند برگزار گردید، در اونجا دیدم که پدرم چه خیلی قوا آزمایی کرد و در ثانیه های آخر، در سه ثانیه موندن، پهلوان از گریسیا رو مغلوب کرد و قهرمان جهان گردید با همراهی عمکم رسول باقیف. هر دوی اونها قهرمان جهان شدن اوید با کوراش. این لحظه ها رو هیچ وقت فراموش کرده نمیشود. من از عنوان جوانی آرزو داشتم که عنوان چمپیون جهان رو فر نداره خود در نمود جودو، کوراش، سامبو و دست بیارم. رستم بعدی بازگشت به میهن با مدال طلو و ویزه گردن از این دستموزه ارزنده و دستاویز والا دیگر خود را قنوعت نداد با یک نشان طلو و سال 2008 باز در چمپیونات نوبتی کشور در رشته گوشتین ملی میدانداری کرد و قهرمان شد، اما آسیب وزنین برداشته کیفتش او را از راحت بازی های المپی پکین محروم ساخت. غالب شدم در این چمپیونات تاجیکستان و در مسابقه من بعد یه برآمد کردن نتوانستم. چمپیونات آسیا بود در پیش که در آن آخران راحت بود برای بازی های پکین 2008 راحت گیری بود، من اشتراک کردن نتوانستم. خوشبختانه برادر خوردیم رسول راحت گرفت و خیلی که همه شما میدونه در این بازی های پکین اولین مدال المپی رو به وطن عزیزمون آورد. سال 2012 برای خانواده باقیف و سال غم و درد و اندوه بی پایان بود، چرا که رشته عمر 60 خانه، پشت و پناه و قبلگاه، سروان آیلهشان خدا نظر باقیف کنده شد. مرگ پدر برای جگرگوشه هایش تحمل نپذیر شد و روز و روزگارشان تیره گشت و مثل که قوا و قدرت و توانشان رفته بود. زالم خیلی اومده در این دنیا نوبت رسیده، اما می رود و عمر از جانب خداوند است که چند خامر می بیند غیر پروردگارش کنه می روند. پدر سال 2012 بود، 29 می بود از عالم برگذاشتم. بعدی از دو سال بیماری از دنیا گذاشتم. راستی گپ شخص شما بگویم، وقتی که همی حالت تو به سرت نبیایه نمی فهمی چه برای همون اولا مشکله. مهمی چیزا فهمیده وقتی پدر این قبلگاه هر یک فرزند است. وقتی پدر گذاشت ما به قنات موندیم در گویم میشه قنات همون شکست. اما خیلی برای موجود دشوار بود به پدر. در حقیقت خدای نظر باقیف شخصی بودن که با تمام هستیش نسبت به پهلوانای گذشته فرق میکرد، چون که او به ورزش خود را در زندگی تصور کرده نمیتوانید. بابایم خودش ما را تمرین میداد اول، بعد پدرم ما را تمرین داد و اصول های مثال نازوکی های گوشتین جودو را برای ما می آموزند.
دیگر با همین شهرت ورزشیش پایان یافت و به سمت مربی به فعالیت پرداخت. این مکان است که سالیان زیاد هزارها شاگردان زیر دست سلاله باقیف ها تربیت گرفتند و جداکار گشتند و با هنرشان میدانهای جهانی را زینت بخشیدند. سهراب هم دست پرور پدری خش بوده، تمرین‌های اول را در همین تالار آغاز بخشیده. فعلا در فدراسیون روسیه از عمکش رسول باقیف نوزوکی‌های جودو را می‌آموزد. از خوردی که مثلا پدرم ما را به این زال می‌آورد، ما دیدیم شوق و هوس در دل ما پیدا شد و همین خیلی ما هم مشغول شدیم. اولین بار که من بین کلان سالان در چمپیونات جمهوری تاجیکستان اشتراک کردم، سزاوار جای اول گشتم و بار دوم که در قصر تنیس سال 2017 در آنجا برگزار گردید چمپیونات جمهوری تاجیکستان بین کلان سالان، آنجا سزاوار اول گشتم و به دسته منتخب جمهوری تاجیکستان شامل شدم. این اولاد از بابای خود سر کرده، خدای نظر سر کرده، امروز تا نبرگان او امروز میدانداری دارن و باید همه باید مقید کنیم که در اگر چنین اویله ها در جمهوری تاجیکستان بسیار میشدن، چنین اویله های بننگ و ناموس که تنها به خاطری ملت و دولت عرق جبین میرزونن، عذاب میکشن، مشقت میکشن تا اینکه نام و ننگ و ناموس ملی خود را در عرصه بین المللی حمایه نمایند. ما همه کاری که در همین حیات میکردیم در ورزش همه به خاطر همه رحمت پدرمون بود که هم پدرمون پیش یکون کس را سرش خم نکنیم، اما وقت او بروش بلند برداریم. برای همین ما آز حرکت کردیستیم که به اون قله هایی که ما نرسیده فرزندامون شاگردامون رسونه و قله های از این در بلند ورزشی ورزشگر خوب نامدار شدن بسیار مشکل است. دومین این است که آبرو را در اگانجا خریده نمی شود، فقط با محنت. برای ما ورزش آبرو دارد، آبرو یکان چیز برابر شده نمی تواند که جای میره نمیره اما میشناسن، عزت حرمت میکنن. جوانان تاجیکستان ما خواهانیم که همه خیلی فقط پرچم تاجیکستان رو برداشته آبروی تاجیکستان در جهان بلند بردارن. ما خرسند میشیم، نه تنها فرزندای من، دیگر فرزندای تاجیکم خواهانی همین ما، طرفدار همین.